ساعتی پیش مناطق نزدیک به ساختمان جدید و در حال احداث کنسولگری آمریکا در اربیل هدف حمله موشکی قرار گرفت. مقامات وزارت بهداشت حکومت اقلیم کردستان به صدای آمریکا گفتند که این حمله خسارت جانی نداشته. استاندار اربیل هم با تایید این حمله اعلام کرد که هدف این حمله به احتمال زیاد فرودگاه اربیل بوده. فرودگاه بین‌المللی اربیل هم اعلام کرده که پروازهای این فرودگاه به روال طبیعی در جریانه. پس از این حمله موشکی چند جنگنده بر فراز آسمان اربیل به پرواز در اومدند و سیستم‌های دفاعی کنسولگری آمریکا هم فعال شدند. گزارش‌های تایید نشده هم از هدف قرار گرفتن پایگاه حریر در نزدیکی اربیل که محل استقرار نیروهای آمریکایی است منتشر شده. مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه عراقی، در توییتی این حمله را محکوم کرد. او نوشت که اربیل زیر آتش بازنده‌ها و شرمساران است.